دوستان اگه سکوت رو دعوت میکنم از جناب آقای دکتر عظیم شهبخش، ریاست محترم دانشگاه تربیت دبیر ایران شهر و استاد محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان. دوستان دعوت میکنم. تشکر میکنم از جناب آقای پسخنز، جناب آقای عبدالسلام بزرگزاده. ایشون مقاله ای رو آماده کردن که تا لحظات دیگر خدمت شما ارائه خواهند داد. با یک صلوات ایشون رو همراهی بفرمایید. به نام آن که ما را انسان آفرید، میان آن همه انسان مسلمان آفرید. سلامی به گرمای کلکورگان، سکوهای بمپشت و بیک کلگان، قدمهایتان بر دل و دیدگان، درود بر شما برگزار کنندگان. عنوان مقاله‌ای که تقدیم شما گرامیان می شود، قابلیت‌های عمده شهرستان سراوان است. قبل از قرائت مقاله سروده‌ای دارم که تقریباً MP3، یعنی فشرده مفهوم و موضوع کلی مقاله تقدیم می گردد. تحت عنوان سراوان سرزمین آریایی. سراوان سرزمین راز و داز است، سراوان سرزمین سوز و ساز است، سراوان سرزمین یادمانی، سراوان سرزمین شادمانی، سراوان سرزمین آفتاب است، سراوان سرزمین بازتاب است، سراوان سرزمین مهر و آبان، سراوان سرزمین دیر تابان، سراوان سرزمین پل و پاگ است، سراوان سرزمین چل و باغ است، سراوان سرزمین بیریایی، سراوان سرزمین آریایی، سراوان سرزمین اون همنوا با شاعری که زیبا سروده است، بلوچی میوتی شهده زبانه. می سرایم بلوچه ما سراوانی، بلوچه کلاتنند و ملک میریم، بلوچه چه رند چاکر و رندیم، بلوچه چه بمپشتی سواس دریم، بلوچه سبه سردار و سورانی، بلوچه سپاهی دزکی دریم، بلوچه مزاتی سبزو زردین کروچه، زجاکی ربی و ناهوکی دوچه، بلوچه شستونی شه میریم، بلوچه شکشت پاک و پاک بندیم، بلوچه بلوچه ما نگارانی، بلوچه هنرمند و سرین بندیم، بلوچه گوشید عبدالسلام ما مردیم، بلوچه پا دشمن تیر و تیر سوچه، بلوچه ابدمان و نمیران باتی، زنده و پاینده باشید. بدرون مقاله ایشون و حتی شعری که گفتن